ما طبیعتاً میخواییم چیزی بیشتر را داشته باشیم. طبیعتاً میخواییم چیزی بیشتر را داشته باشیم. هر توقعی که شما میکنین که بالا برین، اونو بالا رفتن از شما امن نمیخواد. ارگاه ناامن باشین، شما به هیچ کاری که میخوای یک درجه بالا بری به اون نمیرسی. در خانه‌ت فکر کن، اول از جان شخصیت شروع کن. ارگاه مریض باشی سفر کرده میتونی؟ نه، چون بدنت ناامن است. از دست درون تو باید بشینی و خو کنی و تداوی باید شوی. چرا کار را برای خودت میکنی و امی جان تو برای تو اجازه نمیدهد که بیرون بری؟ خب خودت خوب بودی، مادرت مریض باشه، میتونی بیرون بری؟ نمیتونی بیرون بری. و اگر بیرون بری اتو تشویش خواد داشتی که هیچ نوع لذتی از این سفرت نخواد گرفتی. در خانه مشکل وجود دارد. در خانه که آرام باشی، ارگو در قریت مشکل پیدا شود باز تشویشت میده. پس اول ما باید به طرف امن برویم تا امن ما را وادار بکند به قدم دوم که آسایش است، یک مرحله بالاتر از حیات ماست. از این خاطر یک سه عنوان است که این سه عنوان از یک واژه، از یک مصدر گرفته شده: ایمان، امانت، امن. ارگو ایمان بیاید، امر برت می کند که امانت را به اهلش بسپار. ارگو امانت را به اهلش بسپاری، امنیت طبیعتاً می آید. ارگو ایمان نباشد، تو را به تنازل وادار نمی کند. آنچه که تو را به تنازل و به عقب نشینی وادارت می کند و دستور برت می ده که عقب برو، او ایمان است. زیرا عقب رفتن، قبول کردن نظر مخالف، گذشت، ترحم، عفو، ای کلگی تعلق دارد به یک سلسله عقیدهی که در درون سینه‌ت باید باشد. سینه باید صحیح باشد. پس ارگو که ایمان آمد، طبیعتاً صفات زیبا 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 در درونت پیدا می شود، زیرا ایمان به تو دستور می دهد که ببخش، خذ العفو، و امر بالعرف، و اعرض عن الجاهلین. بس گذشت و مدارا را با خود داشته باش، با چیزای نیکو مردم را دعوت بکو. معنا چی؟ یعنی گاه گاه با موقف جاهلانه روبرو میشی و امر بالعرف، تو بزی و امر کن. زیرا هیچ کس نمیخواه کار خراب بکند. کاری که خراب میشود به اساس جهل است. تو زیبا امر کن تا مردم بداند، تا غلطی نکند. و امر بالعرف. یگان نفر میخواه جاهلانه زندگی بکند و اعرض عن الجاهلین، دیگه با جاهل دیگه اعراض بکو، منزویش کو، کارش نداشته باشه.